به نام خدا، سلام خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند. امیدوارم که حال شما خوب باشه. خوش آمدیم به چینل یوتیوب سلیم مقیمی. گزارش ایرادگردیر میخواییم شروع بکنیم. باز هم چون استقبال خیلی خوب بوده و دوستا علاقه داشتن که باز هم ما ثبت کنیم از این مدل گزارش ها، و امروز آمدیم به حواده در قسمت غربی شهر هرات. حواده اوزکرباس، اوبرده، ملاسیان، تلفروشا، برامان، دروازه ملک. از اینجا میخواییم شروع کنیم و این مسیر رو برای شما نشان بدیم. اگر تا کنون عضو کانال ما نشدین، همین لحظه سابسکرایب کنیم و عضو کانال ما بشین و از بهترین گزارش ها لذت ببرین. پس با ما همراه باشین تا این مسیر رو ببینیم. از حوادی حرکت میکنیم بیننده گرامی، و درخت های معدود ناجویی که در اینجی باقی مانده به زیبایی این سرک خیلی کمک کرده. در سالهای اخیر در واقع این سرک آسفالت شد، که این سرک مستقیم که به سمت غرب بریم، میریم به رواشان و روستای صوفیان یا صوفیون که مردم هرات میگم. در واقع در این ساحل رشد شهرنشینی بسیار خوب بوده در سالهای اخیر، و دو طرف این خیابان که داخل محلات میشه خوشبختانه که بازسازی شده. اکثر کوچه پس کوچه ها از طرف شهروالی آسفالت شده و کانکریت ریزی شده که خیلی مقبول شده، و اکثرا خانه های نوساخت. حالا وقتی شما داخل این محلات بریم بگردیم میبینیم و اکثر خانه ها نو ساخته در این ساحه شهر هرات، که ساحه غربی شهر هرات میشه، که از این به او طرف جلو که اگر به سمت غرب میرفتیم متصل میشدیم به روستاهای شهر هرات. ولی ما مسیر برعکس شروع کردیم و از حواده شروع کردیم و میریم به طرف درب ملک و این مسیر برای شما نشان میدیم. دوستا استقبال خوبی داشتن از برنامه و گزارش های ایرادگردی، و همیشه میگفتن که شما وقت زیاد صرف مصاحبه میکنیم، ما نمیتونیم شهر ببینیم، تغییرات ببینیم. پس ما برای اولین بار اولین خبرنگاران و یوتیوبرهاییم در افغانستان که این کار را انجام میدیم، و خلاقیت و ایده از خودمونه که در واقع فکر میکنم جذابم باشه برای شما. و میریم و میگردیم و از داخل موتر تغییرات نشان میدیم، مخصوصا برای عزیزایی که از خانه و کاشانهشان دورن، از محلاتشان دورن و دلینا خیلی تنگ شده. خب جلوتر که ما هرچی پیش بریم نزدیک میشیم به ساحه اوزکرباس، و همین منطقه به نام اوزکرباس یاد میکنم از محلات بسیار بسیار قدیمی شهر باستانی هرات، و مردمان بومی و اصیل هرات در واقع در اوزکرباس زندگی میکنن و میکردن در گذشته ها، و خیلی از شخصیت های بزرگ هرات در این جهت تولد شدن و وفات کردن. که اوزکرباس هم خود ما چند وقت پیش رفته بودم، متاسفانه دیگه حالی اوزی درگ نداره چون اوزه چپه کردن، مگم امی منطقه به امی نام مسمایه. و در روزهای جنگ تقریبا 3 ماه پیش اینجا یکی از سنگرهای داغ نبرد بود، که بعضی از خونه ها آسیب دیدن به اینچی و مردم از این ساحه آواره شدن و این ساحه در واقع ترک کردن. خب نزدیک میشیم به قسمت اوبرده اوزکرباس، و ببینیم تغییرات ساختمان های زیادی در دو طرف سرک ساخته شده، دکان ها زیاد شده، نفوس و رشد شهرنشینی زیاد شده در این ساحه، که تردد و شلوغی در خود سرک شما مشاهده میکنه. و این قسمت اوبرده اوزکرباس، این دست راست مر که شما میبینیم، قسمت دست راست میره به ربات کابولی ها و محلات قدیمی تر شهر هرات. خب از اوبرده اوزکرباس میریم به سمت منطقه به نام قلوار، که به این دست راست موقعیت داره به نام قلوار یاد میشه اینجا،
و این سرک هم خب سرک کلانی خوشبختانه که یه جزمی کارهای تقریبا زیربنایی و اساسی در هرات در 10 سال اخیر و ای که بر صورت دستاورد بزرگیه که همچین سرک بزرگه بالاخره باید داشته باشه ما در جامعه خود، باید بیشتر از اینا خوب میدیشتیم، ولی بازم خوبه که غنیمت دارم این شرایط داشتن چنین بزرگ را و سرکی که مردم به راحتی بتونن تردد کنن. خب از قلوار که در این ساحه رد بشیم میرسیم به ملاسیان که این قسمت یک کوچیه و نام کوچه ملاسیان دست چپ ما، او طرف سرک ما خب نمیتونیم ببینیم چون بلوار و درخت ها داخلی ها. ملاسیان ما رفته بودیم چند وقت پیش، یکی از جاهای تاریخی و قدیمی شهر هرات، از محلات قدیمی شهر هرات، و کمی جلوتر میرسیم به ساحه تلفروشی ها. ساحه تلفروشی ها که دکان های تلفروشی زیادی از گذشته تا به حالی به اینجی موقعیت داشته که فعلا هم به مینام مسمای و یاد میشه، و در این ساحه معمولا این ساحات شهر هرات دیگه ساحات مسکونیه که عمدتا مردم زندگی میکنن، خیلی ساحات تجارتی نیه که دکان ها باشه، بزنس سنتر ها باشه، یا ای که باشگاه های زیادی باشه، معمولا نمو زندگی عادی و روتین مردمه که مردم در این ساحات زندگی میکنن و تو مکاتب هم خیلی زیاد به این ساحات نیه و تمرکز کرده به مناطق مرکزی شهر هرات. و یک نقصه که شهرسازا همیشه یاد میکنم همی خدمات به شکل عادلانه توزیع نشده. مثلا در یک ناحیه شهر هرات تمام امکانات مثل کلینیک و مکتب و مسجد و پارک و مراکز تجارتی همه چیز به یک جا تمرکز کرده، ولی سایر نواحی چنین چیزی نیه. خب اینجا شفاخانه ایواناته، در این ساحه شفاخانه ایواناته و او طرفتر هم خب برامان میشه یا برامان که از مناطق مشهور شهر هرات این ساحه، و کلینیک ایوانات هم خب از قدیم به این ساحه موقعیت داشته و داره که در واقع دامداران همون مواشی که بیمار میشن میارن به اینجی برای تداوی و درمان. و ساحه برامان که در این ساحه اقوام ترکمن هرات هم ساکنن و زندگی میکنن که ما یک بار رفته بودیم، بیننده هم حتما بیاد دارم که یک گروه برنامه از اونجی ساخته بودیم. در این دو طرف برامان بخش از این ساحه اقوام شریف ترکمن در واقع زندگی میکنن و از گذشته های دور در اینجی منزل زده بودن و اسکان داشتن. خب رسیدیم به خود برامان، این ساحه به نام برامان یاد میشه در شهر هرات، و میبینیم که چقدر شلوغه دیگه، از ساعت مزدحمه دیگه. از این به اون طرف که نزدیک میشیم به خوجکله دم به دم شلوغ و شلوغتر میشه و ازدحام بیشتر و بیشتر میشه. ما این گزارش را در یک عصر پاییزی و خزانی ثبت میکنیم و ببینیم که چی نمای زیبا و تصویر خوب در واقع شما در تصویر تماشا میکنیم. این طرف دو طرف این ساحه که نزدیک میشیم به خود خواجه کله بیشتر چرخایی که از این لحظه دیگه دم به دم بیشتر میشه و موقع شم مردم همو ترکاری و سبزیجات و میوه و هر چیزی که لازم داشته باشن میایم از اینجا تهیه میکنم. اینجا خوجه کله که یک زمان یک نماد بلندی هم دیش که اون نماد شهرداری چند سال پیش وردیش تو دوباره نساخت، و دست چپ هم اگر بریم به سمت دروازه عراق و پینو میره، ولی ما رسیدیم فعلا به ساحه خوجه کله و از خوجه کله که پایین تر حرکت کنیم میرسیم به دروازه ملک. درب ملک یا دروازه ملک که از میگم یک زمان هرات 4 تا دروازه داشته، درب ملک یا دروازه ملک، درب عراق، درب خوش و درب قندهار. 4 دروازه داشته که 4 طرفی و
همون باره‌های قدیمی بوده، دیوار کرده بوده که از این دروازه‌ها وارد شهر ایراد می‌شدن. دیگه به مرور زمان اون دیوارها چپه شد و از بین برفت و همچنان دروازه‌ها بسته شد و جمع شد، دیگه حالی وجود نداره. پس بهمون نام از اون گذشته طالب مانده و هم دروازه ملک که چوک توانمندان یاد میکنن، یک جوان توانمندی آمد اینجی خلاقیت به خرج داد و همین چوک بازسازی کرد و مسمی شد به چوک توانمندان. خب از دروازه ملک هم عبور کردیم و میرسیم به مقصد نهایی خود در این گزارش ایراد گردی که مقصد ما چوک شهر نوه. چوک شهر نو که کم کم نزدیک میشیم به چوک شهر نو و دیگه اینجی مرکز شهر هرات، مرکزی ترین نقطه شهر هرات که بسیار شلوغ میشه و بسیار ازدحام میشه و به دو طرف مارکت های لباس فروشی، کفش فروشی، مواد غذایی، چرخ ها، لوازم خانه و هر آن شیء که لازم باشه مردم هرات می آین و از اینجی تهیه می کنن. یک مشکلی که اخیراً در هرات به وجود آمده در گزارش هم شاید شما احساس بکنیم که خیلی از سرک ها در هرات نیاز به داغگیری داره که خدا کنه توجه بشه به این مسئله، چون فصل خنکی و سرمایه و دم به دم لحظه به لحظه این مشکل بیشتر و بیشتر میشه. باید فوری جلوگیری بشه تا اینکه کل سرک خراب نشه دیگه. اگر کامل سرک تخریب بشه خب دردسر کلانتر در واقع خلق میشه و ایجاد میشه که انشالله به اون روز نرسه. خب گزارش خود رو همینجی ختم میکنیم و سپاسگزارم که با ما همراه بودین و گزارش هراتگردی تماشا کردیم. خدا کنه لذت برده باشیم. تقدیم به عزیزایی که درخواست کرده بودن، اگر تا به حال عضو کانال ما نشده ایم امید از سابسکرایب کنیم، لایک، کامنت هم فراموش شما نشه. گزارش خور ختم میکنیم در امینجی. خداحافظ و نگهدار و تصویرهای پایانی رم تماشا کنیم.